به نام خداوند بیاندازه مهربان. سلام و به یکی دیگر از برنامه های از که بپرسم خوش آمدین. رمضان است، زبان استخوانی است. خب امیدوار هستم که تا پایین لحظات از برنامه ما را دنبال بکنین و بیننده برنامه ما باشین. اگر شما هم دوست دارین که در این برنامه اشتراک داشته باشین، شماره تماس پل ارتباطی بین ما و شما هست که همین لحظه روی اسکرین های تلویزیونتون هم تماشا میکنین. خب با عرض سلام از طرف ما هم طبق معمول برنامه را پیش خواهد بردیم با 6 اشتراک کننده، 50-50 امتیاز و 3-3 چراغ سبز. مرحله آسان، مرحله نسبتا عادی، سخت و سختتر شروع میشه. اما اول میریم با 6 اشتراک کننده ما معرفی میشیم. سید شکیب زیا دکتر، فرهاد مبارز محصل، سید زمیر ورزشکار، رامش عرفان محصل، سید شعیب زیا ورزشکار، ادریس عزیزی محصل. خوش آمدین و باز هم کسایی که با ما پیوستن سلام تقدیمتان. با شراکنانده خود معرفی شدیم. تیمی که در دست چپ هست تیم ما و تیمی که در دست راست هست تیم روشنجان هستن. امیدوار هستم که بتونیم یک برنامه عالی داشته باشیم، هرچند که ما و روشن شاید نقش داشته باشیم، اما شراکننده هم در داشتن یک برنامه خوب بیشتر شما سهم دارین. درست است؟ کوشش بکنین که نقل نکنین، نقل نتین و سوالها رو بتونین به درستی جواب بتین تا یک برنامه خوب داشته باشیم. خب ما امی بعد از آذان شام یه رقم امی پیش از آذان شام تمام روز هم خیالات خوراکی اینا می باشه که شام چی خواهد کردیم، بخوانم چی آماده کنیم. حتی خودم دیک می کنم که اون چیزا شوق می باز پسان که پخته کردم بعد از آذان خوردن نمیتونم سایل با فنگایف هم وقت که داشت پس خوردن. رمضان هم کم مانده، چند روز دیگه مانده، در دهه دوم هستیم، نزدیک به سوم دیگه. امیدوار هستم که در دعاهایتان به خاطر صلح و آرامش امنیت در افغانستان، به خاطر هموطنانتان، به خاطر کسایی که در نیروهای دفاعی کشور هستند دعا بکنین تا اینکه امی انتحار و انفجار کمتر شود و روزها و شبهای عید بتونیم به خوبی و خوشی سپری بکنیم و خدا کنه که هر دو طرف یک کمک کوتاه بیاین و صلح بیاین. خب دم ادامه سخنا و از خوردن اینا که یاد کردیم، اولین سوال مون در این مورد است پرسان کنم. من گفتم چرا قدر خوردنی شب حواسش شده برای رامش ای رامش میگم این پرودیسر برنامه هم رامش نام داره و از دکوشم صدا میکنه جان. خدا کنه شما مثل اونا نباشه. خدا نکن از جسامت یکم میمارید. رامش عزیز غذای را نام بگیرین که از کچالو تهیه میشه. کچالو برگر؟ برگر برونی؟ سعید دیگه آفرین قرمه کچالو باش که به چیزه که یاد ندارم باشه اینا بگه سمبوسه هم تیار میشه خو خو آفرین تشویق بکنین رامش هم آفرین. سید زمیر سوال بعدی از شما هست، چیزی را نام بگیرید که اطفال دوست دارد برایشان بخرید. بایسیکل، موترک و یکان سامانه بوسی دیگه. آفرین آفرین دقیقا شما در امتیاز گرفتیم. سید شعیب جشن باستانی را نام بگیرید که هم زمان در چندین کشور تجلیل میشه. جشن نوروز. دقیقا دقیقا در امتیاز شما گرفتیم. فرهاد سوال بعدی از شما هست، چند بازی طفلانه را نام بگیرید. تشلابورد، گیرکان دیگه. امو بازی های خرابی که نباید زیاد اطفال داشته باشن فکس امونا را نام بگیره. آه شمپتکان. شمپتکان آه غرسای از او دیگه نه قرار نیست ما قد تو غرسای گروه من دیگه نه چون دیگه بعد امو جا تمثیل شما میکردی امو تمثیل شاید نه. آفرین در امتیاز گرفتین فرهاد. ادریس رکن دوم اسلام چیست؟ نماز. آفرین آفرین آفرین. سید شکیب نوبت شماست دیگه نه؟ معمولا خانم ها در چه چیزهایی با هم همچشمی دارن؟ در لباس. ازدواج کردین؟ نه خیر میفهمیم اگر لباس، زیورالات. دقیقا دقیقا روشن جان اصلش چیستا؟ اونمو رقم از لباس هست و زیورالات هست خستن یک دارن اینا چوری یا کره یا انگشتر بخورن میمانی تجلیل بکره که فلانی رو زنش بیه خواستن زن ایورش
باز پیش روی از او کمی چای انبان عمو دست خدا پیش میکنه که چوری داره. باز برش مثال هم با مو انگشتا میده که انگشتر گرفته که حالا دیشب دو بجه یک دفعه خیستم. خب اما سه بجه یک دفعه خیستم. هیچ خواهم نمی برد الان خوارک بالاخره اینمی دستای من رفتم ششتم باز روی ما ششتم باز گوش خدا یک نشان بده. خلاصه خیلی هم چشمیده می ارتباط به می زیورالات دقیقا رامش؟ البته در مجموع نی دیگه بعضی هم تو هستم. بله بله بعضی های فون 12 رو تنافیش می مرم نشان بتم. خب رامش روزی را نام بگیرید که مردم برای آن روز لباس مخصوص می سازند. روزی عید سال نو عروسی مراسم نامزدی همچنان دقیقاً سالگرد آفرین دقیقاً دا امتیاز گرفتین آفرین. روشن جان فعلا آیفون 12 پرو مکس رفته پشت کارش میگن آیفون 13 پرو مکس میآید. تشویش این نداشته باشین. چی دروغ میگی ما نداشتیم دیگه میفهمیم بر ماش فرق نمیکنه بر ما هم سنگ و پای سابق هم کار میته چون ما نمیفهمیم دیگه شما کار ندارین ینگه ما نمیخواید دقیقا در اون نقطه برگشتین که فعلا در جنجالش به سر میزنید. سید زمیر از شما باز هم یک سوال دیگر میداشته باشیم. حیوانی را نام بگیرید که اگر برعکس بنویسیم نام یک رنگ میشود. حیوانی که نامش اگر برعکس بنویسیم یک رنگ میشود. یک نام یک رنگ. دو سه خرس. چار. آفرین 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 اینمی تیار. ما خرس نمیدونم. نه سرخ سرخ سرچپیش نه خب آلم ما آفرین. خب سید شایب از شما میپرسم ورزش رو نام ببرید که در آن نیاز به توپ نمی باشد. پهلوانی دیگه کیک بوکس بوکس و غیره. دقیق آفرین دقیقا در امتیاز گرفتیم. فرهاد چیزی رو نام بگیرید که هنگام پاککاری خانه از آن استفاده می کنند. صافی جارو برقی پس باز آفرین سعید. مایه ظرفشویی مایه کالاش پودر کالاشویی چک چک برش بکنم خیلی ما خود می فهمم می دارم چون هیچ کارم نمی کنم در خانه. فاطمه جان خود همون تو میگی خدا می دارم از همین درازه که همین داخل شدی چادره که تو در کمرت بسته میکنی. خب مادر از کجا شروع کنم بچه برو از کلکینا نمیگم من مادرک میچاره من از زمین جا دستایشان هم میبوسم که من واقعا نتانستم یک دختر خوب به خاطر کارهای خانه برشان باشم چون همیشه وقت دفتر بودیم از عین از دوران مکتب که کار میکردیم مصروف بودیم نیم خانه دیگه زیاد نتونستم که ثابت کنه که میتونین یک همسر خوب باشین. از امیال میگم که میتونم باشم نکنه. ادریس مرکز ولایت جوزجان چی نام داره؟ طالقان. یک دو با شی نام شروع میشه. شبرغان. ای آفرین آفرین. خب سید شکیب کدام کلمه را برعکس بنویسیم که هم خودش هم معنایش که دائمی است تغییر نکند. یک کلمه که هم خودش هم معنایش تغییر نکند. یک دو سه چهار نقل هم میتونین بتین اگر میفهمین. پنج مار. شش مار. دوازده بیست چی کنیم روشن جان؟ والا فکر کنم یک نفر از رقابت باز میمانن شما ده امتیازتان کم میشه. مادام یعنی وقتی که مدام خیر. خب خوب است فقط سید شکیب خیر است در امتیاز کم است اما میتونید در مرحله بعدی جبران میکنید. دیگه دوستای ما میتونن در مرحله بعدی است که پرسم سهم داشته باشن. سوالی که باز براتان خوانده میشه هر کس که زودتر بتونه زنگ را بزنه از اونا جواب گرفته میشه و مرحله است که پرسم آغاز میشه. دقیقا اما تا مرحله بعد یک وقفه کوتاه. سید شکیب زیا 50 امتیاز با 3 چراغ سبز، فرهاد مبارز 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، سید زمیر 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، رامش عرفان 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، سید شعیب زیا 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، ادریس عزیزی 70 امتیاز با 3 چراغ سبز.
برگشت شما. بازم تشکر از اینکه از کیو پورتام تلویزیون یک را با دیدن انتخاب کردین. تشکری باید داشته باشیم از حامیان برنامه، از حامیان مالی برنامه هر یک کریم دندان مردنت. اگر میخواین که لبخند فوق العاده زیبا داشته باشین از کریم دندان های کامل مردنت حتما استفاده بکنید. و ما هم تشکری میکنم از حامی برنامه استینگ انرژی درینگ با ترکیب جنسنگ، توانایی به انتها، طعم فوق العاده و نوشابه میرندا تولیدات افغانستان. و یک یادآوری دیگه هم باید داشته باشیم، لباس های مقبول ما هم که میبینین از برند وانه شرق هست که اگر میخواین هم تا یک لباس های البته تاجیکی مقبول افغانی داشته باشین. یعنی چی؟ تاجیکی مقبول افغانی یعنی چی؟ از برند وانه شرق دیدن بکنین. به خاطر که لباس های تاجیکی و تیکای تاجیکی در تاجیکستان اینا شلخته میشه، بوز میایه و یک شیپ افغانی برش داده میشه و بعدا پوشیده میشه. خب لباس های تاجیکی رو اگه افغانی که میپوشه باز افغانی میشه. آفرین. هدفتان تکیز گرفتین. بله. فوق العاده خوب است. خب سوالات سوال را شروع میکنیم. یک سوال نبی روشن برتان میخوان، هر کس که میدانه و زنگ میزنه است که بپرسم از همون آغاز میشه. اما اگر زنگ بزنین و جواب ندونین چراغتان سرخ میشه و به ضررتان هست. پس اگر میدانستین جواب بدین. درست است هر دو تیم. سوال سیغان یکی از ولسوالی های کدام ولایت است؟ غربند. آف آلمه را نمیبینی؟ یک چراغ تان سرخ، ده امتیازتان کم. ولسوالی یکی از ولسوالی های بامیان است. بامیان است. اینه من خودم اشاره میکنم میرم نمیفهمی مرز بامیان است. دخترک بامیانی شکر میدانی نمیدانی چی را؟ مایره خوب میدانم تو میدانی تیمت نمیدانم میدونم. خب باز چهار نفر دیگه کاندیداست سوال بعدی و سه چکیپ شما نمیتونین از زنگ استفاده بکنید. چهار نفر دیگه میتونید. ماه مبارک رمضان یک دوره مکمل خود را در چند سال تکمیل میکند؟ 12 سال. یک دو بگو اینا دیگه بگو. 3 بسیار بالا. 4 یک قرن 5 نه هر 10 سال. یکی دیگه سر خود باور نداشتید. چراغ سرخ ده امتیازتان کم رو میشه از این 36 سال یک دوره مکمل خود از جایی که شروع شده بود پس در اونجا میرسن. مثلا این سال در عمل آمد رمضان، اونم طور 36 سال بود در عمل نه. باز هم شما سه نفر نمیتونین که از زنگ استفاده بکنین. شما سه نفر کسایی که با چراغ‌های سرخ و امتیاز کم داغون داغون هستین نمیتونین. خلاصه خب یکی از سه رنگ پرچم یا بیرق هندوستان کدام رنگ است؟ سبز. آفرین. آفرین. نارنجی، سفید و سبز. آفرین فرهاد. بالاخره زمان امور به طرف ما آمد. اینال فرهاد شما بگین از کی بپرسون؟ از سید شعیب. سید شعیب آقا. بله. از شما میپرسون. آیا روبل واحد پولی کشور بلاروس یا روسیه سفید است؟ بله یا خیر؟ بله. آفرین. باش مسای نکرد ما این خدایی تو گرفتیم که باز نگی که نقل آه نه خیلی قدر آسان هم بیشی برشان نقل بکنم. آفرین. از کی بپرسم؟ از فرهاد. فرهاد یکی از قدیمی ترین شهرهای افغانستان و جهان که آن را مادر شهرهای جهان نامیده اند کدام است؟ بلخ. آفرین بلخ باز. آفرین فرهاد خود می درخشید. تو بین شما دو نفر دیگه تا بالا شده رزی نفرهای دیگه ششتن داوری میکنن. از کی؟ از ادریس جان. ادریس. ادریس باز طرف شما آمد. بندری را نام بگیرید که نقطه اتصال افغانستان و تاجیکستان است. یک بندر. شیرخان. یک نقل گرفتیم؟ نقل صحیح نامده خودم بچه ما شنیدم دیگه تو از این نشنایی بسیار بد است. گوشای تا با سرش عیب میگیریم. اجازه سوال بدیره بپرسیم. بس خودتان است هستیم. خب ببینید سوال های آسان است. لطفا نقل نتی نقل نگیری. شانس ادریس شانس تانامی سوزانی از دست میتین. شیرخان پدرکلان فرهاد دریاز که این بندر به نامشان است. اما نقل آمد برتان. این را نقل بتین برش. مساحت قاره آسیا چند میلیون کیلومتر مربع است؟
یک عدد خوب بگو. دو. 9660. 4. 5. 900. 44. چراغ دوم سرخ، ده امتیاز کم. کف بزنیم برای خود. فرهاد از کی بپرسم؟ از رامش جان. رامش جان از شما باز هم میپرسم، خدا کنه این دفعه چراغ سرخ نگیرین. یکی از سوره های قرآن کریم که به نام یکی از روزهای هفته است کدام است؟ روزهای هفته؟ یک سوره ای که در قرآن کریم نام یکی از روزهای هفته است. یک. دو. یک نام یک هفته رو خوب بگو. سه. به نام روز هفته است. چهار. شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه. جمعه. سوالتون درست نگرفتم. درست مرتون میخوانم. یکی از سوره های قرآن کریم که به نام یکی از روزهای هفته است کدام است؟ دوشنبه. جواب صحیح رو گفتی جمعه. خب چرا میگی دوشنبه؟ چراغ سرخ، ده امتیاز کم. دوشنبه در کدام سوره قرآن کریم آمده؟ خب باز درست داد، خب باید جواب میداد. نه باز هم خیر روشن جان یک زن اگر شما یک لطف کنین فاطمه جان جدی گگ میشی گگ یک دفعه یک سواله که شما جواب بدید که من حساب اینا بفهمم. فرهاد است که بپرسیم. ادریس آخرین چراغ سبزتان از افسش کنین لطفا. بوی جوی مولیان آیت همه آیت همه یاد یار مهربان آیت همه آیت همه. داوود پشمان. این شعر زیبا از کدام شاعر معروف است؟ شاعرش کی؟ یک. نام چند شاعر بگو شاید. سه. چهار. پنج. داوود پشمانی را خوانده، شاید هم بازخوانی بوده. احمد ظاهر هم خوانده ای را. اما شاعرش رودکی است. شما چراغ آخریتان هم سرخ از برنامه حذف شدین، مقام ششم گرفتین و مقام ششم هم مقام کمی نیست. فکر کنم من گنگه استم تا آخر برنامه. نه خدا نکنه. آره من گنگه باید. نه خدا نکنه. یک سوال خود جواب بدید. گنگه شوی یار. گنگه خرچه. گنگه شوی یار. تو کدی سرم نازای بسیار گنگه شوی یار. از کی بپرسم؟ از رامش جان. رامش جان یک چکچک دیگه هم در راه است. اگر نفهمید. کارگردان فیلم زیبای سینمایی عماسه عشق از ساخته های سینمای کشور ما کیست؟ کی ساخته؟ سلیم شهید. آفرین. یک. انجینیر. سه. انجینیر. چهار. پنج. انجینر کی؟ انجینر رشاد. رامش. چراغ آخری هم سرخ، مقام پنجم مبارکتان باشه. انجینر لطیف احمدی. خیر است. از کی شانس امروتان یاری نکرد؟ از شعیب جان. شانس چیه تو کمک یاری نکرد؟ نه تا انجینر هم گفتی. دیگه خب کارگردانش چه مشکل است؟ خب در بین کارگردان دیگه انجینر داریم؟ خب نداریم صحیح، اما چون که آچی اما چون که دوست نداشتن سایز چوهای واقعا از شما میپرسم. بله. خیلی آسان است. هشت کتاب اثر کیست؟ کتاب اثر مولانای جمی. از افغانستان نیست. یک. از افغانستان نیست. بیرون از افغانستان. شاید هم سعدی. سه. نه یکم دور نرین. چهار. پنج. اثر سهراب سپهری شاعر معاصر حوزه زبان فارسی. چراغ سرخ، ده امتیاز. از کی؟ از شعیب جان. شعیب جان. هزار جهد بکردم که یار من باشی، قرار بخش دل بیقرار من باشی، یار من باشی، نگار من باشی، یار من باشی، کنار من باشی. این آهنگ را کدام هنرمند جوان خوانده است؟ یک. این قمه است از نزدیک ببینیم.
دو نظیر خارا نظیر خارا از پنج بصیر بیک چراغ سرخ ده امتیاز کم فکر کنم که کمک باید شعیب را دم بتیم چی گفتیم؟ من هم دم بتیم فاطمه هم هیچ گپ نزده باید یک دم داشته باشه که یعنی یک تفریح یک بکنم به خاطر تفریح فاطمه میریم طرف یک وقفه سید شکیب زیا 50 امتیاز با 3 چراغ سبز فرهاد مبارز 90 امتیاز با 3 چراغ سبز سید زمیر 70 امتیاز با 3 چراغ سبز رامش عرفان با 3 چراغ سرخ هست سید شعیب زیا 60 امتیاز با 1 چراغ سبز ادریس عزیزی با 3 چراغ سرخ هست برگشت شما ادامه برنامه است که بپرسم متاسفانه تا فعلا که تیم ما بسیار ضعیف بودن البته نه از لازم معلوماتشان خوب معلوم میشد اما سوالاتشون که بیشتر از شاعری و بیشتر از اشعار و بیشتر از آهنگ ها بود شاید فیلم ها و چیزا شما گفتین که خوش نداشتن ببینن برای فاطمه بالاخره وقت رسید گپ بزنم بازم بایدامی برنامه خوش آمدین خاموش مانده بودی ببخشید دیگر سوال هم پرسید میشه که شما گنگه شمید انا سر گپ خودست هستین از شعیب جان دقت کن سوال بگی بسیار ساده است شما گوش کنید بچه واژه های را بگویید که معنای عالم و آغوش باشد عالم و آغوش دیگه چی را میگن؟ هوش آغوش نه آغوش مترادف میگن یا معنایش یک بجای آغوش دیگه چی میگی؟ دو بغل بجای عالم دنیا عالم آفرین دنیا جهان آفرین سکتم میکنم اگر این جواب نهیدادی از کی همون کس که ضعیف است زمیر زمیر ضعیف است؟ ساده است ضعیف خدا همون تا تندرست خمال میشه زمیر جان میفهمم فیزیکلی که شما همه گفتیم یا منتری نه همون عرضش ضعیف است برای خب حضرت یعقوب علیه السلام فرزند کی بود؟ حضرت ابراهیم دو کی؟ حضرت اسحاق سوال دیگه میخوانم فرهاد نقل داد سوال آسان از دستان رفت دقیقا خب. نقل کاش نمیدادین پنج ثانیه داشتن قدیمی ترین آثاری که از انسانهای اولیه به دست آمده در کجا یافت شده است؟ یک در کدام دو سه هلند چهار کدام کاره پنج یک چراغ سرخ در امتیاز کم ما قاره گفتیم راست میگیم چراغشان سرخ شد چراغ سرخ در امتیاز بعد از ثانیه ها بعد از ثانیه ها گفتین آفریقا درست بودم و بعد از ثانیه ها گفتین از کی؟ از بازم از سید زمیر سید زمیر رو نمیخوانم چرا؟ هیچ بساس ردیف از ما برای چی ساز میجا؟ نه من رو نمیخوانم دیگه اول سال کنیم هم جواب هیچ امکان نداره من رو نمیخوانم آب که از سر پرید چه یک نیزه چه صد نیزه مراد از این ضرب المثل چیست؟ یک آب که اثر پرید چه یک نزه چه صد نزه سه خوازم که مشکل بند مونه آب که نزه میگه پرید دیگه او مشکل است چه یک نزه چه صد نزه حالا تیر شده او گپ یک چراغ دیگه تانم سرخ میشه در امتیازتان کم میشه یعنی کاری که انجام شد حسرت خوردن او را چرا بعد انجام بدیم خب جواب مون بیست نه دیگه پیس در مشکل هم یکان نفره که زیاد قصدار میشن ما یکان تو هست برو دیگه خرص کدم میرم دیگه اونم را میگم اونم هم تو میگم میگه برو از این 7500 از اون 15000 از این 12000 قرض است مال که از سر پرید چی یک نزه چی صد نزه بازم ما یک چند رو قرض میمونم که از ما قرض دار شوم این ایمان رو میتم از کی ساده ساده شما جواب بده فرهاد فرهاد منشور کوروش کبیر به چه خطی نگاشته شده است به خط سانسکریت دو سه به خط میخی پنج کدامش؟ به خط میخی آفرین پرتو پرتو روشن کن کلگک دم آفرین نه کلگک مرگک کلگک زدی ایج نه کلگک ایج کلگک ها میزنم من سای نکستم روشن ایج ایج اصلا نه من میتونیم که دیگه دست به سوال ها رو کلگک ریورس کنیم دوستا ببینیم ویدیو رو اگرم کار کرده باشم خب فرهاد از کی بپرسم؟ از شعیب جان سید شعیب آقا سوال ساده است اما کمک گلدار است
اسکندر مقدونی در کدام دوره با آریانای قدیم حمله کرد؟ دوره کی؟ کیها؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. در دوره وقت تمام است متاسفانه. در دوره چشمای عزیز؟ نه. دوره هر چی اشاره کردن این رقمی نتونستن عشق تصور کنن و تفصیل نشان بدن. دوره اشکانیان بود. دوره اشکم که میگفتی صحیح بود. آه از طرف بعدی هم از طرف مونی. متاسفانه شما معذب شدین از برنامه. در دیگه عرصای زندگی انشاءالله خوش شانس باشین. تشکر ایلال... از که برنامه شروع کردین. خیر است. سوال های کم سخت بود. آل ما و حسابتان میفهمم. از کی بپرسم؟ از شکیب جان. شکیب. پنج ثانیه فرصت داری جواب ندادی هضم میشه از برنامه. نام قبلی محمد علی کلی چی بود؟ یک، دو، سه، نام خارجی بوده، چهار، پسان که مسلمان پنج، شده تغییر داده، یک چراغ سرخ، ده امتیاز کم، کارسیوز، مارسولوز، کلی. از کی بپرسم فرهاد؟ بازم از شکیب جان. شکیب، کس جنگی هستی؟ نه، زیاد دوست دارم. معلوم میشه چراغای سبز شد زیاد است من خاطر. فیروزکو چند کیلومتر طول دارد؟ فیروزکو یک، دو، سه، چهار، پنج، چهار چی؟ هزار. یک چراغ دیگه تانم سرخ، ده امتیازتان کم، 400 کیلومتر. در پنج ثانیه فرصت دارین نه؟ شما بسیار زودتر تمام میکنین. ثانیه ها زود خلاص میشه، در تایمر تلویزیون هست میبینن دوستا. خب فرهاد از کی؟ نوبت شماست. اتو توت بوره بتکن. از شکیب جان. از شکیب. مسجد بزرگ پارس چندمین مسجد بزرگ در سطح قاره اروپا است؟ یک، چندم؟ دو، پنجمین، سه، چهار، چهارمین، پنج. متاسفانه شما از برنامه حذف شدین. سومین مسجد بزرگ در قاره اروپا هست. تشویق یک نفر شونم. یک نفر شونم. خب بالاخره یک نفر شدی. من شدی میکنم کتان سعید. خب فرهاد از خودت یا از سعید زمیر؟ از خودم پرسان خود. روشن جان فقط گنگش رو بیشی اینجا. فرهاد از سعید زمیر؟ از خودم. از خودم. پایتخت سلسله تیموریان کدام شهرها بود؟ شهر هرات و پشاور بود. هرات و قندهار. دو، سه، چهار، پنج. باگرام نبود؟ هم یک تا شام که گفتین سعید، هرات و سمرقند. آفری در امتیاز براتان دادم ایشا. باز هم از کی بپرسم؟ از زمین جان. یک دکگک یک ترسک آمد براتان نی. خب سید زمیر، انقلاب صنعتی از کدام قاره آغاز شد؟ قاره اروپا. آفرین 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 سید زمیر. خوب درخشیدین. از کی؟ فرهاد. فرهاد. امل اثر معروف کدام نویسنده فرانسوی است؟ پوشکین. چی؟ پوشکین. یک، دو، ویکتور هوگو. سه، چهار، پنج. هر چی که دستک و پایک زدین نشد. نه. یک چراغ تا ساخت دمتی آستان کم. ژان ژاک روسو. بشناختینش؟ کام سوفروش دان خانه ما بود. چی فروش؟ سوفروش دان خانه ما بود میگه. خانه تان کجاست؟ در پروان سه. پروان سه؟ تو در خانه سوفروش هست در اونجا. خب چراغ شد چند نامه مانده بچه همون؟ دو چراغ سبز دارن. سر زمیر آقا از کی؟ باسم از فرهاد. فرهاد از میگونی؟ اموی ها چند سال خلافت اسلامی را به عهده داشتند؟ 33 سال. یک، دو، سه، 75 سال. چهار. این ثانیه شمردن چه قلل زد وقت است. پنج. 45 سال. متاسفانه فرهاد جان 90 سال. یک چراغ دیگه تا هم سرخ میشه و ده امتیازتان کم. سید زمیر از کی؟ باز هم از فرهاد. از فرهاد. بندر چابهار روابط تجاری بین کدام دو کشور را تامین میکند؟ کشور یک، هند. دو،
هند، سه. ایران، چهار. تاجکستان، پنج. یک از کشورها را بگو. تاجکستان. متاسفانه یک چراغ دیگه تانم سرخ میشه و مقام پنجم مقام کمی نیست. مقام دوم. تشویق بکنین فرهاد، تشکر از اینکه اشتراک کردین. بین افغانستان و ایران بوده، سیزمیر 5000 افغانی مبارکتان باشه. با همی چوب ماندنتان 5000 افغانی را بردین. تشویق بکنین سیزمیر. خب آفرین، والا 5000 را بردین، اما یک چراغ سبز دارین. خدا کنه که بتانین 10000 افغانی دیگر هم در مرحله نهایی برنده شوید. انشاءالله شانس باشین که از بین 4 جواب و 2 جواب اینا جواب درست پیدا کنید. خب بریم یک وقفه. تشکری میکنیم باز در قسمت از حامیان مالی برنامه، حامیانی که باید تشکری بکنیم ازشان، از کریم دندان مردنت که اگر میخواین یک لبخند زیبا داشته باشی این از کریم دندان های کامل مردنت استفاده بکنید. و من هم تشکری میکنم از حامی برنامه استنگ انرژی درینک با ترکیب جنسنگ، توانایی بی انتها، طعم فوق العاده و نوشابه میرندا، تولیدات افغانستان. و تشکری دیگه هم باید داشته باشیم از برند لباس بانوی شرق، از اینکه حامی لباس مل، لباس مقبول افغانی را میتونید از اینجا پیدا بکنین و انتخاب بکنین. وقفه. وقفه میریم. سید شکیب زیا با سه چراغ سرخ هست، فرهاد مبارز با سه چراغ سرخ هست، سید زمیر 60 امتیاز با یک چراغ سبز، رامش عرفان با سه چراغ سرخ هست، سید شعیب زیا با سه چراغ سرخ هست، ادریس عزیزی با سه چراغ سرخ هست. با آخرین مرحله یه هست که بپرسم خوش آمدین. سید زمیر آقا 5000 افغانی دارن، میخوایم 15000 افغانی بسازن. بله، فقط سید زمیر با جواب دادن 7 سوال بسیار به آسانی میتونی 15000 افغانی پول تو بسازی. هر سوال ما قیمت داره و سوال اول و دوم 4 جواب است، سوال سوم و چهارم دو جواب است، پنجم، ششم و هفتم یک جواب است که شما می داشته باشین. درست است؟ دقت داشته باشین، سوالات خیلی آسان است. در سوالات 4 جواب مشکل نیست، میتونید تغییر بدین جوابتون را، اما در دو جواب نمیتونید. گزینه‌ای که انتخاب کردین قفل میشه و دیگه نمیتونین تغییر بدین. درست است؟ بخاطر که دو جواب است، باز دیگه میشه که اگه نقل اخکا براتون برسه و نمیتونین. خب سوال؟ سوال اول ارزش 1000 افغانی، اگر جواب دادین پولتون 6000 میشه، اگر جواب ندادین 5000 تون 5000 است، فقط چراغتون که سبز سرخ میشه و از میشین. درست. حوزه سیستان در قسمت آخر دریای هلمند به چند قسمت تقسیم شده است؟ الف 2 قسمت، ب 3 قسمت، جیم 5 قسمت، دال 4 قسمت. 3 قسمت. 3 قسمت. 1 2 سه، پنج قسمت، چهار، پنج. سه یا پنج؟ سه قسمت. سه. جواب شما بود. شما رسمان از برنامه حذف شدید، جواب شما اشتباه هست. گزینه الف 2 قسمت صحیح بود. کاش 2 قسمت انتخاب میکردین، حالا پولتان 6000 میشه، چراغتان هم سبز باقی میمون. خب حالا از 5000 تان چراغ میخرین که سوال بعدی را به ارزش 1500 افغانی بپرسن؟ 4 جواب است. او هم نخیر نی. بله؟ نخیر. این 5000 بس است؟ بس. خب اگه به ارزش 2000 سوال بعدی رو بپرسم؟ دستیم به دست خود. 1000 چراغ بخریم، 2000 ارزش سوال. درست. خرید کردن یک چراغ سبز، مبارکتان باشه. کف زمین برشان و پول شما من 4000 افغانی و سوال ارزش 2000 افغانی است. سید زمین، خط سرحدی مکماهان از کدام منطقه شروع می شود؟ الف کوه ملک سیا، ب سیاه کوه، جیم دره ذوالفقار و جیم دره ذوالفقار و دال خماب. اما گزینه دوم. خط سرحدی مکماهان از کدام منطقه شروع می شود؟ کدام؟ گزینه الف نه، دومش. ب؟ بله. چی بود ب؟ سیاه کوه. سیاه کوه. 1 2 سه، چهار، پنج. مبارکتون باشه، 2000 افغانی. 6000 شد پولتان و چراغتان هم همچنان باقی. سوال بعدی که پس بر روال اصلی ما بر بگردیم به ارزش 1500 افغانی است، چون ما سوال اول تنها 1000 بود، 1500 شد، بعد از خرید معامله نمی کنیم. دو جواب است، 1500 افغانی قیمتش است، میپرسم دو جواب است.
20% ممالک جهان چند فیصد عایدات جهان را در اختیار دارند؟ الف 1%، ب 31%. یک. فقط یک جواب بدید در 5 ثانیه. 3. 1%، 31%. 5. 1%. 1%. مبارکتون باشه، 1500 افغانی. آفرین. شما 7500 افغانی سرمایه دارین فعلا با یک چراغ سبز و سال بعدی به ارزش 2000 افغانی است که این هم دو جواب است. مهمترین ناحیه صنعتی شرق و جنوب شرق آسیا کدام کشور است؟ الف هند، ب چین. هند. گزینه که شما انتخاب کردین قفل شد. بخاطر که 5 ثانیه براتون فرصت دادم میشد شما استفاده نکردید. و جواب چین است. متاسفانه شما با 7500 افغانی از برنامه حذف هستین. چراغ که سبز داشتین سرخ شد. خب بیاین یک معامله دیگه میکنیم. برزش 3000 افغانی سوال میپرسیم و چراغ بخرین و برزش 5000 افغانی ازتان سوال پرسیده میشه و یک جواب از سوال نخیر نمیخواد. کافیس برو 2000، 3000 کافیس. برو 1000، 2000 نه کافیس. برو ایج دیگه. مبارکتون باش. 7500 افغانی کم کنیم برشان. انشالله که در جاهای خوب در وقتهای خوب برای چیزهای خوب خرج کنیم. بله بسیار آسان از دوستان پل ارتباطی بین ما و شما. فقط و فقط یک شماره تماس است که شما دایر میکنین. میتونین که همین لحظه از روی تلویزیون یادداشت بکنین، پیام بگذارین در واتساپ بر ما و ما هم در فرصت مناسب که نوبتتان برسه شما رو ثبت نام میکنیم و در برنامه میخواییم. خب تا برنامه بعد، الله یار و مددگار همگی ما و شما.